درود بر شما دوستان، علی صافی هستم از کانال ونکوور فاینانشال نتورک. امروز یک شنبه 20 سپتامبر در خدمت شما هستم با تحلیل دیگر شاخص‌های بازار سهام. خب بریم به سراغ چارت‌ها ببینیم که هفته پیش چه اتفاقی افتاد. البته من یه فایلم وسط هفته دادم، ولی خب حالا این هفته به نوعی یه مقدار دیرتر ولی جامع‌تر سعی می‌کنم که پوشش بدم، هم شاخص هر سه شاخص S&P، نزدک و داو جونز رو. خب بریم به سراغ چارت ها ببینیم که چارت ها به ما چی میگه. خب به سراغ شاخص S&P میریم. در ابتدا شاخص S&P همونجور که عرض کردم در فایلی که حالا وسط هفته ارائه داشتم به نظر شرایط نزولی خودش رو داره کامل میکنه، هرچند که روز جمعه من فکر میکردم که پایین تر بیاد ولی پایین تر نیومد، ولی الان امروز با یه گپ نسبتاً کمی به سمت پایین باز شد. به نظر میرسه که خب دیگه این منطقه هستش که ما باید تقریباً میشه گفت بگیم که تموم شده هستش، یعنی این ساپورتی که تو این منطقه بود تموم شده. پس اجازه بدین این خط رو من بردارم. خب الان من این خط رو برداشتم و این چنل هم که میبینیم که روند صعودی مارکت بوده این رو هم تقریباً میشه گفت شکسته. خب این چنلی هم که ما داریم روی اینجا این رو هم شکسته و میتونیم بگیم که عملا فعلا از حالت ترند خارج شده. بیشتر حالا به دنبال ترند نیستم، من الان تو این فایل بیشتر به دنبال این هستم که بتونم یک منطقه حمایتی مناسبی رو برای شاخص بتونم پیدا بکنم. هنوز مصر هستم به این منطقه 3178 تا 3234، منطقه هستش که به نظر من شاخص خیلی خوب میتونه ساپورت از خودش نشون بده. به لحاظ تایمینگ هم من فکر میکنم تا 23 تا 24 سپتامبر، یعنی الان امروز 20 که هستش، من فکر میکنم برای چهارشنبه تا پنجشنبه ما نهایتا میتونیم اصلاح شاخص داشته باشیم و بعد از اون باید شاهد حرکت برگشتی شاخص باشیم. یعنی فکر میکنم مثلا تا 3-4 روز آینده ما به این نقطه برسیم و از اینجا دیگه آروم آروم برگردیم به سمت بالا. کما اینکه الان وضعیت RSI یا مثلا مکدی همه اینها اورسولد رو دارن نشون میدن، ولی این دلیل نیستش که روند نزولی تموم شده باشه. کما اینکه RSI الان داره حتی پایین‌تر هم میاد که طبیعتاً نسبت به این لو تقریبا میشه گفت یک حالت مخفی به خودش گرفته، یک واگره مخفی به خودش گرفته، ولی خب هنوز مشخص نیست چون با اومدن پایین‌تر این فیل میشه و اگر RSI هم پایین تر بیاد این فیل میشه. خب بریم به سراغ شاخص بعدی که نزدک هست و نزدک رو من فکر میکنم فعلا البته اون ترند لاین اصلی که این حالت خدشین بوده رو شکسته و من این رو جدیدن رسم کردم و خیلی جالب بود که خوب واکنش نشون داد نسبت به این. البته هنوز معتقدم که نزدک میتونه روی این 10582، یعنی حدود 10500 تا 10000 اینجوری بگیم بهتره، 10300 تا 10600 منطقه هستش که برای نزدک من فکر میکنم جایی هستش که میتونه پایان اصلاح باشه فعلا. البته نزدک هر موقع، یک تصویری من توی کانال گذاشتم، هر موقع که یه شکستی اتفاق افتاده روی شاخص نزدک معمولا پایین تر اومده، که در صورتی که این منطقه خب فیل بشه ما میایم روی مووینگ اوریج 200 و جایی که این منطقه دیمندینگ وجود داره و 9400 تا 9650 جایی هستش که به نظر من میتونه حمایت بعدی باشه. فعلا نمیشه راجع به این صحبت کرد، فعلا ما باید راجع به حمایت بالاتر صحبت کنیم. 10300 تا 10600 برای نزدک هست. برای سناریو سعودی من فعلا سناریو سعودی نمیبینم توی نزدک، یعنی حتی اگر هم یک باونس بکی ما داشته باشیم ولی در کل روند به نظر میرسه که روند ریزشی هست. این حالت بر فلگی که میتونه صورت گرفته باشه خیلی مواقع فیل شده بود ولی این دفعه داره نشون میده که ما روند ریزشی رو بیشتر داریم. خب بریم سراغ شاخص داو جونز ببینیم که داو جونز به چه ترتیب هستش. خب این هم شاخص داو جونز. خب ما برای شاخص داو جونز گفته بودم که 26600 جایی هستش که میتونه شاخص داو جونز مقداری بهتر از
هم S&P هم نزدک خودش رو نگه داشته، یعنی اون لویی که روی سپتامبر 9 یعنی 9 سپتامبر انجام داد اون لو رو نشکست، در صورتی که توی S&P و توی نزدک ما روز جمعه دیدیم که اون لو مجددا شکسته شد ولی یک لو جدید تست شد حتی با شادو، ولی داو جونز هنوز این اتفاق نیفتاده. RSI هم به ما سیگنال خاصی رو نشون نمیده، یک مقاومت کاملا مشخصی هستش که روی منطقه وجود داره که این البته این حالت الان شکسته شده، باید ببینیم که در ادامه به چه ترتیبی هست، ولی میتونه هنوز RSI مثلا این خط افقی باشه که مقاومتش مقاومتی باشه که مثلا یک مقاومت ما میتونیم اینجا در نظر بگیریم و یک مقاومت هم اینجا، که البته مقاومت افقی توی RSI زیاد مقاومت قوی نیستن و بیشتر همون ترند هستن که به ما کمک میکنن. به لحاظ شاخصی میگم شاخص داو جونز بهتر هستش. اتفاقی که داره میفته در مارکت و به وضوح مشخص هست، خب داو جونز 30 تا کمپانی بزرگ آمریکا هستن که خیلی شاخص قدیمی هم هست، خب نزدک جدیدترین اینها هستش و شاخص تکنولوژی هستش و شما نگاه میکنید میبینید که توی نزدک مشخصه که پول داره خارج میشه از نزدک و اصلاح توی نزدک خیلی بیشتر هستش، اما میایم توی شاخص داو جونز ما میبینیم که پول داره میاد احتمالا توی شاخص داو جونز، یعنی سهامهای انرژی، سهامهای هواپیمایی مثل بوئینگ یا مثلا دیگر کمپانیهایی که توی داو جونز هستن مثل کترپیلر، مثل اکسون موبایل، مثل بوئینگ، یا حالا اکسون که خارج شد البته، ولی خب کمپانیهای به این صورت ما میبینیم که الان دارن پول داره داخل اینها میاد و احتمال این هستش که توی یک سری صنایع دیگه طبیعی هم هست. شما نگاه کنید از کووید خیلی از کمپانی ها تونستن پول بسازن و اونها باعث شدند که شاخص ها رشد بکنه به خاطر اینکه خب تکنولوژی بودن، خیلی ها رو آوردن به این کمپانی ها، محصولاتشون رو خریداری کردن، از سرویس اینترنتی استفاده کردن، کمپانی های کلاود بیس مثل زوم، مثل مایکروسافت، مثل خیلی از اینای دیگه تونستن به شدت رونیو خودشون رو بالا ببرن. اما خب وقتی که کووید تموم بشه خب طبیعتاً حالا نه مثل قبل از کووید ولی نیاز به این کمپانی ها کم میشه و وقتی نیاز به این کمپانی ها کم بشه محصولاتشون کمتر میشه و مردم برمیگردن تقریبا به زندگی عادی. زندگی عادی یعنی رفتن به بارها، کافه ها، رستوران ها، کلاب ها یا کروز ها. مثلا الان شاید حالا در ادامه من بتونم که امروز هم یک فایلی راجع به ایرلاین ها بذارم، راجع به کروز ها بذارم. خب ببینید اون سهام اون شرکت ها الان دارن یک باتم بیسینگی رو دارن تشکیل میدن. اجازه بدید پس راجع به اونها روی فایل خودشون صحبت کنیم و در ادامه امشب من سعی میکنم راجع به اون کمپانی ها هم صحبت بکنم. خب فعلا فایل شاخص ها رو فعلا تمام بکنیم. اون چیزی که مشخص هست من فکر میکنم اینه که ادامه اصلاح داشته باشیم ولی نهایتا تا 3-4 روز دیگه اصلاح تموم میشه و فکر میکنم از روز چهارشنبه یا پنجشنبه ما شاهد شکلی پترن جدیدی خواهیم بود، یعنی اون موقع مجددا ما باید شاخص رو بررسی بکنیم که آیا اصلاح عمیق‌تر خواهد بود یا اینکه نه مثلا میتونیم بگیم اصلاح از این جنس هستش و بعد یک حرکت چاپی و بعد مجددا به سمت بالا. امیدوارم خوب و خوش باشین، هفته خوبی رو شروع کرده باشین. خدا نگهدار.